تولید و ساخت سیستم وکیوم تراپی هم از دستگاه الکترونیک و پانسمان فعالیت داریم و استقبال شد از این سیستم و شروع کردیم ورژن های جدید ساختن و بروز شدن و تقریبا حدود 7 سالی هست که ما این سیستم رو تو کل ایران پیاده کردیم. توی بیمارستان های دولتی دارن استفاده میکنن، بیش از 1000 نفر از پرستاران و آقایون پزشک ما تونستیم آموزش بدیم در مورد وکیوم تراپی و بیماران زیادی الان روی وکیوم تراپی درمانشون هست و داره کمک میشه به بیماران. وکیوم تراپی که بسته شدن زخم با کمک خلع یا VAC نامیده میشود، یک روش درمانی استاندارد است که از فشار منفی کنترل شده برای ترمیم زخم ها استفاده میکنه. این روش به طور فزاینده از دهه های گذشته برای درمان زخم های حاد و مزمن استفاده میشود و استفاده از آن برای انواع زخم ها مانند زخم های شکم، قفسه سینه، قلب و دیابت گسترش یافته است. با توجه به اینکه زخم‌های مزمن اغلب به زمان طولانی‌تری برای درمان نیاز دارند، استفاده از این روش طول مدت اقامت در بیمارستان را کاهش داده و منجر به بازگشت سریع بیمار به فعالیت‌های عادی می‌گردد. یکی از کارهایی که انجام می‌ده اینه که سیستم ترشحات میان بافتی زخم رو می‌گیره، ادمو کم می‌کنه، خون رسانی رو بهتر می‌کنه. توسط اکسسوری هایی که داخل زخم قرار گرفته میشه، بافت های گرانویشن ساخته میشن، پوست ساخته میشه و ریسک عفونت کمتر میشه، ایزوله میشه مریض نسبت به محیط، همینطور محیط نسبت به مریض، چون یه سیستم بسته است و ترشحاتی که از مریض میگیره میره توی سیستمی که کاملا بسته، یه بار مصرفه و اینا توی زباله پزشکی معدوم میشه. این سیستم رو میتونن توی منازل استفاده بکنن. استفاده از فشار منفی در بسته شدن زخم با وکیوم تراپی عفونت زخم را از طریق مکش خارج میکند که این امر با ایجاد رگهای خونی موجب بالا رفتن ورود جریان خون به زخم و افزایش تکثیر سلولی میشود. بسته شدن زخم با دستگاه وکیوم تراپی تشکیل بافت جدید را افزایش میدهد که این موضوع عامل مهمی در بهبودی زخم به حساب میرود. علاوه بر این، در روش‌های دیگر نیاز است که هر روز دو بار پانسمان عوض شود. همچنین این تعویض به مهارت‌ها و تکنیک‌های خاصی نیاز است که خطر ابتلا به عفونت را به حداقل برساند. اما وکیوم تراپی یک سیستم بسته است که تنها هر 48 ساعت یک بار به تغییر پانسمان نیاز دارد. سیستم وکیوم تراپی که ما توی ایران تولید کردیم، این سعی کردیم تمام اکسسوری هایی که در رابطه با وکیوم تراپی هست ما به بهترین کیفیتی ازش بهره ببریم. مثال بزنم، ما شرکت آمریکایی هست کیسی هایی که این سیستم اصلا اختراع کردن، این های ساختن و سال هاست، اونا 25 سال سابقه دارن توی این قسمت. ما الان میتونیم به جرات بگیم که سیستمی که ما ساختیم برابری میکنه با اون سیستم آمریکایی که بهترین سیستمی از نظره. یه پکیج کامل تری هم ما داریم، ما از پانسمان های بیشتری حتی از شرکت های دیگه ای که کشورهای دیگه الان دارن میسازن ما سیستم کامل تری داریم. اگرچه وکیوم تراپی میتواند در انواع زخم ها استفاده شود، اما بیمارانی که بیشتر از این روش استفاده میکنند کسانی هستند که زخم های عمیق و مزمن دارند. طول درمان با این سیستم بستگی به اندازه و عمق زخم دارد و به طور طبیعی زخم‌های کوچکتر به دوره‌های درمان کوتاه‌تری نیاز دارند. طبق تحقیقاتی که پیش از این انجام شده، استفاده از وکیوم تراپی به مدت 6 هفته باعث بهبود یافتن 80-90% زخم‌ها می‌شود. برنامه آینده این شرکت ما اینه که بتونیم دستگاهی که نیاز کشور هست بتونیم بسازیم، با این تجربه که الان ما این چند ساله به دست آوردیم و بعد بتونیم صادر کنیم، بذاریم که دستگاه ما وارد کشور میکنیم و ارز خارج میکنیم، بتونیم دستگاه زیادی بسازیم و صادر کنیم، ارز بیاریم توی این کشور. من میتونم بگم اگر که آلمان آلمانه یا ژاپنی یا ژاپن هست، به علت کار کردنه، تولیده ملی میتونه دیگه کشور رو نجات بده.
و ما هرچی توی این کشور بتونیم کار کنیم، هرچی بتونیم تولید انجام بدیم، مسلماً کشور قدرتمندی داریم از هر نظر.